در سومین نشست هیئت عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان سام که زیر عنوان خودکفایی در چهارچوب حسابدهی در کابل برگزار شده است، نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی کمک کننده با افغانستان حضور داشتند. حکومت در این نشست گزارش کارکرد یک ساله خود را در مورد تعهدات انجام شده ارائه کرد. رئیس جمهور غنی در این نشست درباره مبارزه با فساد و اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور اشاره می‌کند. With your help we established the anti-corruption justice center. ما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کردیم. این مرکز قضایا را در سطوح بالا بررسی کرده و شمار کارمندان ارشد ملکی و نظامی را که در فساد دخیل بودند محاکمه و زندانی کرده است. تا کنون ارگان‌های عدلی و قضایی کشور 3% مورد فساد مقام‌های بلند رتبه حکومت را پیگیری کردند. ما اینجا جمع شده ایم تا به عنوان همکار دستاوردهای من را به شما بگوییم و تعهداتی که کشورهای کمک کننده به افغانستان سپردند را بررسی کنیم. آقای غنی درباره مبارزه با فقر و تأمین حقوق شهروندی گفت که 2 سال قبل رشد اقتصادی کشور -2% بود، اما همکنون این وضعیت بهبود یافته است. وزیر مالیه درباره رشد اقتصادی کشور گفت: بر بنیاد بررسی صندوق بین المللی پول افغانستان، همکنون به سمت رشد مثبت اقتصادی در حرکت است و درآمد کشور 40% نسبت به پیش بینی این نهاد بیشتر شده است. درآمد حکومت تا پایان امسال 70% بیشتر نسبت به سال 2014 خواهد بود. برنامه کاهش فقر دولت افغانستان باید طوری باشد که پایین‌ترین قشر مردم هم نباید به فراموشی سپرده شود. با این همه رئیس جمهور غنی تاکید می‌کند که حکومت وحدت ملی در تلاش ایجاد نظام مدیریتی کارا است. به باور آقای غنی با ایجاد این نظام زمینه تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر خواهد شد و کشور به سوی خودکفایی حرکت خواهد کرد.